سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. الهی قربونتون برم. بفرمایید، بفرمایید، تو رو خدا بفرمایید. قربونتون برم، رداتون بشم، خیلی نوکرتونم، دورتون بگردم. بفرمایید، 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 بفرمایید. به به به، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. شب خوش، به شب خوش خوش اومدین. امیدوارم که برنامه خودتون لذت ببرین. به به، باز عینکم رو باید بزنم، چه گیری افتادیم از این سنمون. خب مهمان برنامه امشب من گفته که عاشق کله پاچه است، گوره خونیش رو نمیدونه چیه. اصلا مهم نیست گوره خونیش چی باشه، چربی خونش بالاست دیگه وقتی کله پاچه میخوره. میگه تو بچگی با دندونای دراکولایی میگه تو بچگی با دندونای دراکولایی برای بچهای محل نمایش اجرا میکرده. چه نمایشی بوده؟ خودش گفته که تو خونه دست به سیاه‌سفید نمیزنه، اما اگه بره خونه بقیه خیلی بیمورد، ظرفارم میشوره. گفته زشته ولی بانمکم، دوست عزیز و خوشگل و بانمکم نصرالله رادش. بیا بابا، بیا بابا، بیا بابا. قربونت برم. خیلی بفرم، به به، نصرالله رادش خیلی هم خوشگله، خیلی هم بانمکه. بفرمایید. خیلی من میبینی چه انرژی دارن، ماشاءالله. به چی وصل شدن؟ به چی وصلشون کردیم؟ به اردشیره وصلشون کردیم، انرژیشون اومده بالا. نه اردشیره خوردن، لوله کشی کردیم اردشیره رو به استدیو، همه میخورن، انرژیشون بالاست. اینجا ندارین لوله کشی؟ نه اونوره سمت تماشا چی هست. رادش یه سلام علیکی بکن با بیننده های شب خوش. سلام عرض میکنم خدمت اول شما عزیزان که اینقدر پر انرژی، اصلا این رو به اون رو شده دست نداره نگاه میکنیم. مرسی. لوله کشی کردیم گفتم. تماشاچیاتون تماشاچیایی که اصلا نباید ازشون تعریف کنید، دست میزنن دیگه نمیزنن برنامه اجرا بشه. ماهن ما. الهی قربون تک تک. بعد تشکر میکنم از شما که پر انرژی. خیلی من صداشون نمیاد، تفلی ها روبروی تلویزیونن، LED هن انقدر قطرشه. خیلی ممنون که ما رو میبینید. قربونت برم رادش. عینکی شدی تو؟ عینکی بودم رادش. خیلی رو نمی کردی بر ما. نه من پیر چشمیه دیگه. الان پیر شدی؟ میگن پیر شدی. تو 6 7 ساله من کوچیکتری یا؟ من اگه یادت باشه مو نداشتم، خونه بودم. قبل برنامه یه زور ریزی زدم موام در اومد. اینجوری کنیم حالا دیگه. حالا من یه گیر میدم به پیچش. اینجوری کنیم موات میاد بیرون. چجوری؟ تمرکز میزنی اینو میگیری بالا، موها میزنه بیرون خودش. حالا ما همسایه ایم، میام بهت میگم. آره ما همسایه ایم. رادش چرا میگی زشتم؟ کجا زشته؟ من گفتم؟ آره. نه من دیدم اینو با چی واک کردی؟ با وای تکس من نمیبینم. اینو با چی پاک کردی؟ مهران من دیدم این چیز، یه بار گفت رونالدینیو. خب دندونی جریه رونالدینیوه؟ این جریه؟ آره جمعون فوتبالیست رونالدینیوه دیگه. خیلی دیدم اون گفت من زشت بانمکم، منم گفتم خدا رو بچسبونم به یکی، چی بگم؟ گفتم من و رونالدینیو زشت بانمکم. ماشاءالله قشنگ هم هستی، کجا زشته؟ کجا هم قشنگه؟ دندونات الان خندیدی، دندونات روکشه. روکشه آقا، همینی که هستیم. آره خیلی هم خوشگله خدایی، خوشگله دیگه، خوشگلی. چند بار دماغت رو عمل کردی اینو؟ وا امروز گیر داده به دماغم. ببین رازا رو قرار بود نگی، من یه رازی رو بهش گفتم، گفت میخوام یه رازی رو بهش بگم. رازه؟ نه الان بگم چی، آخه یه بخشش رازه. آخه تو ساعت خوشت تو یادت نیست چجوری بود؟ مهران من دماغم اصلا واقعا دیگه 45 دقیقه برنامه میخواد، ولی بذار تون بگم زود بگم خسته نشم. آره من اولین بار که دماغم عمل کردم خوب. خیلی کوچیک و خوشگل و گوگلو بگلو آلندلونیو قشنگ شد. خب کیف کردم، اون تا چسب روش بود.
با چسب بد نبود. گفتم من این چسب رو در بیارم، سینما ایران رو با آتیش میکشم. این چسب رو در آوردم، دیدم اینجاش یه دست انداز داره اینجوری. بگو این چسب رو زده بود دست اندازه دیده نشه. زیرش چیزی هم گذاشته بود معلوم نشه؟ نه، خود چسب رو پوشونده بود، یه اینجوری داشت. آقا گوش کنید ملت، دماغ ما این که تیغه دماغه یه اینجوری داشت، یه گودی داشت. بعد چند سال رفتیم پیش دکتر دیگه، گوی کاری نداره این گودی، این یه دونه تیکه قزروف در میارم میذارم اینو میپوشونم. گفتم دیگه شدم خدا. حالا یه چیز بگم اشکال نداره، از کجام قزروف در آوردم؟ تو گوشت در نیاوردن قزروفو؟ چرا؟ یه قزروف اینجوری گذاشت تو دماغ من. نه توضیح بده چجوری از گوش آدم قزروف مگه در میاد؟ بله باید از بدن گوش. نه نه نه، قزروف مصنوعی داریم برای من، برای که خیلی خوشگل بشه مثل الان طبیعی گذاشت. دکترم کارش درست بوده؟ دکتر خیلی کارش درست بوده. کجا درس خونده بود؟ فرانسه. خب الان اسمش رو نمیگم. خب نگو نگو، همون فرانسه رو گفتی کافیه. این قوس رو برداشت، این قوس رو گذاشت اینجا. الان اگه نگاه بکنید دماغ من اینجوریه قشنگ. یه گوشی از بغل دماغ. آره و دم آره و از این ور من یه آدم معمولی ام، از این ور اگه دقت کنی من کشتی‌گیرم. جدی میگم. آقا این بر بیا تو آقای راد پهلوان رادش سب کن مهران بگو. من یه جایی که وای میسم، مثلا فرض کن اینجا وایستم، یه تعدادی این بر من یه تعدادی این بر خوب. این بریا یه جور دیگه با من حرف میزنن، این بریا یه جور دیگه این پهلوان ها. نه این بریا عادی، این دست نخورده. آقا رادش فلا اینا سلطان داداش ستون یه جوری فرق میگم چیه اینجوری بشم برعکس میشه. یعنی از این ور واقعا به خدا همه فکر میکنه از این ور کشتیگیرم. بگو آخه هیکل رو نمیبینی کجاش بکشیم. بعد حالا جالب بهتون بگم، دکتری که اینو عمل کرد گفت رادشیان، دکتر دومی، اولی که دست انداز درست کرد، دومی که قزوف و گذاشت چی گفت؟ گفت خیلی دماغتون خوب شده، منتها یه کاری بکن، چون تو کار تصویر رو بازیگری میکنی از این ور بازی کن. یعنی چی این ور بازی کن؟ یعنی زب مگه عکسه؟ فیلمه؟ بابا ما نگفتیم. آقا یعنی الان از اون در اومدم، این وری اومدم درسته؟ اگه از اون در می اومدم باید به شما میگفتم من از اون نمیام، از عقب میام تو. آره از عقب که این ور دیده شه، از این بره دماغت کلا. خب تو فیلم دکتر فیلم ندیده بوده احتمالاً. نه خیلی از این بر بازی کن جدی میگم. به خدا خدا رو شکر اسمشو نیوردی. نه نمیتونم نابود. والا خالم دیگه نمیبرد. اینا که اینجوری برای ما دست میزنن میرن میکشنش. تماشاچی که اینطوری دست میزنه به دکتر رحم نمیکنه. رحم نکنین به دکتر ببینم. آخه و قرار بود یه تیکه این قدی مولکول از گوشم برداره. من بیوشی چیز بودم که متوجه میشی دیدی اجاره چشه دیشه قدی آورد گذاشت نه میشنیدم. یکی دکتر گفت به پرستار گفت یه تیکه از غزروف رو بکنید. بعد پرستار گفت که وپ به خدا یه دیدم انقدر خالی کردی که دکتر حسین ازش قیچی کنه. همونو گذاشت تو دماغ. همونو گذاشت. الان در حدی از گوشم قزروف گذاشته که الان دماغم میشنوه. یعنی چی؟ یعنی من الان گوشم میگیرم از اون بر جدی دارم میگم، اینقدر گوش شده دماغم. خب الان یه تست بکنیم گوشتو صفر بگی من چی آروم بگم میشنوم. پرام چطوره؟ آقا داره یعنی از دماغت میکشی تو گوشه. آره دیگه ماشاءالله اینقدر قزروف از گوشم گذاشته قشنگ یه موقعی میخوام چیز گوش کنم حسفی برسی میکنم. خوبه دیگه الان سه گوشه یه دماغ حساب میشی. سه گوشه؟ یه دماغ نمیدونم همچی چیزیه. نه رادشون یه چایی دیگه ایسیتمونو نبرد چایی چیه قضیهش؟ نه چی قضیهش نداره. اون منو رو بردار یه چیزی انتخاب بکن، یه منوی اون رومیز باید باشه. منو اون دست مکن این؟ آره منو دارین؟ داداش اینجور آدم هایی هستیم. یه چیزی خدمتون عرض کنم، با توجه به نیازهای جدید جامعه نیاز به خدمات جدید بیمه هم در جامعه احساس میشه. بیمه البرز خودمون پیشرو در همین مسیره. یکی از فرقای شب خوش با بقیه برنامه با اخبار اینه.
خب یعنی میارم بخوریم چه خوشگل. آره بابا این بستنی سنتی قهوه میشه بخونم؟ بخون بله. آب شیر چیه؟ آب شیر. آب شیر. آب شیر. آب شیر؟ آره دیگه. یا آب و با شیر قاطی کرده؟ نه آب شیر، آب شیر. قهوه و کبیج؟ نه واقعا آب شیر. جدی میگم آب شیر چون من یکم باید رعایت کنم گرمی بخورم بستنی سردیه خب قهوه سردیه کیک سردیه هویج یه ذره گرمیه آب شیر با سردیه ولی سردیه میخوای بهتر. خود هویج رو بیاریم با قهوه خود آب هویج نه آب هویج نداره اونجا اونجا یه داداش هویج بخورم اینجا نه میگه آخه اونو میتونی بخوری چیکار کنم آقا حالا من آب شیر میخوام آقا یه لیوان آب شیر برای آقا یه دونه آب شیر نه نه یه آب شیر ولی یه دونه همینجوری برای دیزاینش هویج بذارن توش هویج بذارن توش بذارن آره دیدی خوشگلش میکنن یه هویج آره توش. یه هویج بذارین توش آره. هم یه چایی برای خودت بریز لطفا این چای آره یه خورده آرامش داشته باشیم یه چایی بخور میریم برای بازی نیسان آبی نه من دارم هیجان میدم تو کارتو بکن خب این پشتبانتی ها رو دیدی؟ اوه شعرهای پشتبانتو دیدی؟ راده؟ دیدم ولی خب میدونی که من مثل تو سرش نمیرم چون خیلی راننده و اینا مهم نیست ولی بانمک میدونم راننده نیست ولی اکثر موقع نمیفهممشون سختن برام خب الان اینو ببین جای خالی رو برای ما پر کن بوغ نزن خوابه جای اون سه نقطه چی بذاریم؟ بابا خوابه بابا خوابه دلیل دارم چه دلیل چون یه رفیق داشتم راننده خیلی هم راننده خوب و با ماشینش حرف میزنم گاهی بابامه ای همه کسمه ای بابامه بابام یعنی قشنگ ماشینشو میگو بابام اینو ازت میپذیریم ولی بوغ نزن این معمولا میگن شاگرد خوابه آفرین آفرین نه خب درستش ها ما باید درستشو بگیم آره دیگه به غلطشو بگیم ها فکرم ابتکاری بگیم نه اصلشو بگیم درستشو گفت شاگرد دیگه خب کسی دیگه خودش که خواب نیست هفتا کی به کیه هفتا کی به کیه قبلش چیه اون ایران پایینشو کاری نشته باشه چی هفتا کی به کیه؟ آره نه هم چی هفتا کی به کیه؟ چقدر سخته هر چند رو بگی درست میشه کی به کیه؟ سه پنجتا مثلا هفتا کی به کیه؟ درست نمیشه؟ ها. دو سه و نیم تا دو تا مثلا دو دو تا هفتا ها داره فهمیدم دو تا هفتا کی آره به کیه؟ بله خیلی ممنونم بعدی شو بگیم یعنی میگه من میگم کی به کیه بله وانت بعدی میمون هر چیزش داره چیش بیشتره پشت وانتی وانته داره با حرف میزنه ببین من یه وانت سرعتش بیشتر نه نگاه کن من یه وانتم خب این داره با حرف میزنه این میمون هر چی میمون هر چی یه بوغ بزن زشتر بوغش بیشتر نه یه بوغ بزن بوغ حالا اونو بگو میمون هر چی زشتره پشت نیسان بوغ زدنش بیشتر گفتم بوغ دیگه گفتی دیگه بله خدا خدایی وقتی درست میگه دست بزنیم بابا گفتم میاما خب یه دونه دیگه مونده یا تموم شد تموم شد همرم حدودا گفتی رادش نه داداش رادش یکی از ویژگیاش راهنماییت کردم این راهنمایی بود یکی از ویژگیاش وایس برده چیه؟ رادش یکی از ویژگیاش وایت برده گفته بودی به بچه ها من وایت برد میخورم گفته بودی بیکار میشم اینو بگیر خب الکی دارم میگم بشین نقاشی بکنم آفرین یکی از ویژگی های آقای رادش مجسم ساز و نقاش ما اینجور آدم ها رو دعوت میکنیم تو برنامه‌مون ما اینیم بابا بیا بابا تو خودت نقاشی خوندی من اصلا نقاشی بلد نیستم ولی الان من مجری ام تو مهمان خود تو توقع رو میبری بالا بیش حرفمو گوش بده خب بگو نکو الان من توقع تو رفته بالا به نظرت توقع خیلی رفت بالا گفتی نقاش آره دیگه این باحاله آره کی به کیه دو تا آره آره داداش ولی نقاشی هنرمندی آقا بریم خب یه پیرمرد 66 ساله رو
نقاشی کن. خب. نقاشی سریع. همین یه پیرمرد 66 ساله. آره. خب آسونه. آره. 68 به بالا یکم سخت میشه. آره آره خیلی سخت میشه. اینجا سفید میشه یه ذره. آره. راست میگی. اون سخته واقعا کشیدنش. کشیدی؟ آره. ببینم. نشون بدم. آره. این یه پیرمرد 66 ساله است. خب همونجوری فروردینی رادش. و اینجوری داستان. ما آره دارم خصوصیاتشو میگم. فروردینیش کن. بیا. همینجا فروردینیش میکنم. چون فکر کنم المان فروردین قوچه. قوچه. موهاش یه ذره قوچیه. بابا بیا بابا. قوچه حالا قوچه. آره. دیشب حالا این ادامه بده دیشب ادامه داره آره. دیشب یارانشو ریختن نه به خدا ای جان دندونو خوشحال شده یا کف کرده خوشحاله خوشحاله خیلی ممنون میشم خب یکم وسواسیه اوه آره کی به کی اون بیانه کن الان این وسواسیه آره دیگه مثلا وسواسیه اینا این الان وسواسی شد راحت ترش کن کمش کنم نه بهت راهکار دادم اون بگو الان وسواسی شد آره بگو وسواسیه ما کی میتونه ثابت کنه نیست من میشه ثابت کرد نه وسواسی ها آره چپ دسته اینم بکشی دیگه تمومه یکم اینجوری میشن وسواسی ها آره 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 چروکای کم زیاد میشه آره چپ دسته چپ دسته آره دیرش شده به جای چپ دسته دیرش دیرش شده خسیسه خدا نه میخوام آسون ترش خاطی کردم یکیشو بگو نه چپ دست چجوری میشه نه دیرش شده رو میدونم میتونم بکشم این دیرش شده تو داره میدوه این سیبیلا تازه خیلی تازه باید یکم بره بالاتر چون خیلی دیرش شده آره همینجور داره میدوه باد داره میزنه به افتخار آقای رادش رادش میخوای یه ذره چای تو بخوری آروم آرامش داشته باشی کاری باید نشته باشم چای بخورم آرامش آقا این آره دست در نشته 66 ساله عجله داره فروردینیه یارانه گرفته وسواسی وسواسی همین بیمه البرز یه محصول جدید داره به نام شلر. شلر کامل ترین بیمه نامه حوادث انفرادیه. بشین یه ذره چایی تو بخور. بریم به گینس. بریم بازی گینس. بفرمایید. چایی چی شد؟ چایی تو بریز بیار. یا بریم بگی بیارش اصلا. بریم به گینس با تشویق شما. میاما این تو کارتو بکن تو این کتاب یه سری آدم بیکار رادش اومدن یه چیزایی ثبت کردن ما از اونا بیکارتر اومدیم اینا رو انتخاب کردیم بعضی اون بامزه هاشو میخوایم تو پوزشون رو بزنی میزنم ولی آب شیرهویج باید بیاد باشه آب شیرهویجشو بیارین این ما رو من کشت. نمیتونم من آب شیرهویجم نیاد کشت ما رو اینو میگفتی که کار کنه دیگه برنامه میذاشتیم تو جیبت اگه انقدر حساسی روش خب یه رکوردایی داریم اینجا برات میخونم تو چای فقط از اینا نباشه دیدی که تو گینس و اینا یه عقرب میخورن این چیزا به من ندیا نه 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 من فقط سوسک میخورم فقط آب شیر با فقط سوسک میخورم فقط سوسک و عقرب من ببینمش تکته میکنم سوسک من با دست میزنم تو رو خدا رادش بابا البته الان اونم نمیتونم بزنم آ چرا چون خانم مامی حیواناتو بکن یا ابوالفضل سوسکو بزنی یا ابوالفضل این چیه فین کردم تو خیلی دیگه. ممنون برای آقای رادش آورد وای الان دیگه بریم نشون دوربین بده آقا ما کارمون رو انجام دادیم رادش ببینم چی کار اگه به آقا
این چیه با فین کنیم فین کردن نه 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 تو اونو بخور من دارم مثلا تو یک دقیقه مثلا 28 کیلو فین کردن چیکار کردن نه نه آقا با این من کارا نمی کنم داداش من شما مگه تو خونتون با اینا فین میکنین ساختن برج دستمال رولی در 30 ثانیه یارو از بچگی تو خونهشون برج دستمال کاغذی می ساختن ننه باباش برج دستمال کاغذی ساز بودن این بزرگ شده بس بگم رکورد زده یا اول فصل سیلو بیا سابا سال با ساب سا س... من از شما معذرت میخوام اگه اسمتون رو دارم اشتباهی میگم اسپانیا سیلو بیا سابا از ایتالیا از ایتالیا یه ذرهش ترکی ساباخ ساباخ سیلو داری اونجوری آب رو میخوری آره باید آب رد چی از عبیجه سیلو بیه سال و از ایتالیا رکوردش 28 عدده در 30 ثانیه گیر کرد بیا بالا 5 سال تمرین کردم قلقش رو پیدا کردم که چجوری حبیجو که میذاره تو آب این نی عمل کنه رد شه ازش الان چرا داری میپیچونی بیا رکوردش رو بزن لامصب چند ثانیه چند 28 عدده سب کنید رکوردش در 30 ثانیه یه حبیج بخور قویشی داداش خب رادش از آبادان آماده زدن چیدن روی هم نباید بریزه روی این بذارم آره باید بذاری بره بالا اون 28 عدد در 30 ثانیه آماده این صفرش کنی سب کن جان چون من خیلی میذارم میتونم روی اینم برم بله ولی دو زانو که دیگه خارج نشی از استدیو باشه آماده اونو صفرش کنی شروع کنیم آماده ای بله از اونجا دیده میشه این پشت ها اشکال نداره از اون ور میگیرن بریم بریم حل رادش آماده خب سابا اینا از اول تو دستش بوده یا برداشته نه نه بوده از اول دستش سابا یه مهران غفوریان هم این برش نبوده بهش کمک کنه آماده شروع میکنیم چهار تا کش داری میری چهار تا کش داری پنج شیش هفت هشت کج هشت هشت نو برو برو رو 6 ثانیه ای رو 6 ثانیه ای خاقا برو بالا برو بالا برو من میدم بهت 1 2 3 4 میرم میریزه 8 یه جوری بچین 8 برو روی 10 ثانیه ای رادش داداش گرفتم بابا میریزه آقا یکی دیگه بذار 26 نه 27 بچین 30 ثانیه تمام تمام بابا 9 تا چیده بودم 1 10 تا چیده بودم خرابش کردی مهران 4 من خراب کردم گفتی بذار تمامو زیاد کردی 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه آقای رادش در 30 ثانیه 20 تا کم بود چیزی نیست که 1/5 رو درست کردی 1/2 یک چندم. من اینا رو نمیدونم ریاضی آره اصلا دمت گرم بریم بعدی رو رکورد بزنیم این واقعا نشسته عمرش رو برای این گذاشته آره دیگه یارو ببین گفتی چی کار خونهشون رو بلدی؟ به خدا اگه دیده باشمش از نزدیک بیشترین رکورد خوردن عینا عینا؟ عینا عینا اسمشو نمیدونیم چی همون عینا عینا پخش بشه عینا یا رنگی بیشترین رکورد خوردن عینا با عینا با عینا عینا با عینا چوب ژاپنی این باز خوب تو پذیرایی رکورد زده تمرین کرده خوردن بیشترین اسمارتیس ولش نمیکنه یارو رو خوردن بیشترین اسمارتیس با چوب ژاپنی در 1 دقیقه رکورد 25 عدد کاترین را راند کلیف از انگلستان خانومه این چه کاریه واقعا ملت مثلا چند سال گذشته برای این ما انتخاب از کجا پول میورده زندگی میگه اینا همه بچه پول دارن تو گینس نمیدونم به خدا من هیچ اون سیلوا بود اونو من بگیرمش دستمال کلیف این باز آبرومنده قشنگ رنگ داره دستمال چیزی آخه مال چیز نمیتونم بگم جاش سر جاش بده خب من به هر وسیله میتونم با این دو تا قاشق آره فقط با اینا با اون دستت نه چون میخوام این دستم کجا باشه نگفته اون دستت هر جای خواستی باشه من باش کار ندارم
خب تو با یه دست چرا سختش میکنی؟ دستو بگو. نه میخوام نیادی او وسط. نه نیارش وسط رادش. خب بگو. خب آقا رکوردش 2 دقیقه است. نه رکوردش 25 عدده. کاترین. بله در 1 دقیقه کاترین خان شروع میشه. برم. 3 تا 4 تا 4 تا 5 6 تا 7 8 تا رادش این عین قاشق داری میخوری. 8 تا 8 تا 8 تا 9 10 11 12 13 تا بذار بشمارم نخور 14 15 16 تا بخور قبوله 16 15 تا 3 تا دیگه 15 16 17 تا داری رکورد یارو رو میزنی. رکورد یارو رو زد. کاترین دیگه شوهر گیرش نمیاد با این وضعیت. میان خواستگاری کرد. رادش تمومه. زدی رکوردشو. زدی رکوردشو. تمومه. تمومه. به افتخارش. ما شرط نذاشته بودیم. میخوای قورت ندی؟ خندم میه بالا. خب یه دقیقه کات برو درش بیار. نه خوبه میه بالا. یه دقیقه پنج یا کی به کیه؟ میخوای قورت بدی؟ این همه رژیم سخت گرفتی الان اونو داری قورت میدی؟ پای خودت تا آخر برنامه زنده میمونی؟ نمیخوام از کاترین کم بیارم. قورت بده. به افتخار آقای رادش. بیا بشینیم این آدم. بیا بشینیم این آدم. ولش کن دیگه رادش. بی راحت بشینیم این آدم. این گینس هم ولش کن. بیا بیا تمومه. عادت من بکنم دیگه هیچ کاری. من اون چوبه رو ولش. من به یه چیزی عادت کنم میرم دیگه نمیشه. آقا جان یه خورده آرامش پیدا کردیم. دوباره میخوای چایی من بدی؟ نه نه نه. خب چون تو نگفتی دیگه، گفتی با این قاشقا. من هم دیگه این برقیدم نیسته، جفتش کردم. ولی خوب خوردم انصافا. خدایی خوب خورد. یه جا شیشتایی آوردم بالا نذاشتی. نه آخه نمیتونستی بشموری قخون. نمیتونستم بشمورم، میخواستم رکورد تو ثبت کنم. الان زدم. خب هر موقع آماده آقا این نمیره پایین. خب من که گفتم بذار در بیاری نه خواستی کات بدی، گفتم صحنه میفته. خب به اش فداکاری دیگه، من آدم فداکار. قندت من گربونت برم. خب واسه اولین بار رادش رفتی تقلب نکن. نه به خدا بابا من دونه دوستت که با خانومش رو درواسی داری خیلی کم فرصت داری 5 ثانیه یکی از این جوابا رو انتخاب کنی. با خانومش رو درواسی دارن؟ نه نه یه دقیقه وایس. نفهمیدم. واسه اولین بار رفتی خونه دوستت که با خانومش خیلی رو درواسی داری، شام دعوتی، سر میز شام با هم بحثشون میشه دوستت با خانومش. آه چه قشنگ. خانومش بشقاب خورشت و چپه میکنه رو سر دوستت، چی کار میکنی؟ 1 خودمو به کوری یهویی و موقتی میزنم. 2 بلند میشم یکی میزنم تو گوش رفیقم، یه چشمکم بهش میزنم. همون لحظه زنگ میزنم، این مورد بعدیه، همون لحظه زنگ میزنم به خانومم، باش دعوا میکنم که اونا خجالت نکشن. ها بالانس بشه. فهم. آخرین مورد میگم اه خورشت، حالا چی بخوریم؟ کدومش انتخاب میکنی؟ نه تو موقعی که اینجوری داستان میشه بران، من خیلی ها شوخی میکنن که داستانو چیز کنم. من نه، من جز اونا نیستم. کدوم؟ کدوم؟ یکی رو سریع انتخاب. زنگ میزنم دوتا فوش به خانومم میدم. دوام. خب نه چون چی دیگه انتخاب کردی تمومه. باشه شب خونه نرو. نه فوش منظورم اینه که مثلا دعوا میکنم. دعوا دیگه مورد رو انتخاب کن. ولی چون خانومم در جریانه، خودش هم این جنسیه، فداکاری و اینا، و میگم بره حل میخونه. این یعنی حل، من دارم یه کار خیر میکنم. آره یه کار خیر. کلا این که به هم میگیم یعنی کار خیر. به میگیره خودش. ببین رادش، من الان یه قصه ای رو برای تو تعریف میکنم. تو اونجوری که من بهت میگم باید همین قصه رو ادامه بدی. حالا اونجوری که من بهت میگم ژانرهای مختلفه.
نوع فیلمسازی فرق کنه، مثلا یکی ترسناکه. آره، قصه گویی. آره، قصه گویی. آره، قصه قصه. آره، آره. من باید بازی کنم یا باید چیکار کنم؟ قصه بگو. قصه روایت کنم. آره، روایت. ارادش. بله. یادته گفتی رفته بودم عروسی پسر خالم؟ آره. منم که تو آدرس اصلا بی نظیرم. قاطی میکنم من قوم. آره. و شیراز برام فرق نمیکنه. اشتباهم یعنی نمیفهم. آره. اینجا قوم یا شیراز. آره. خب بعد. آره. تعریف میکردی رفتم عروسی پسر خالم، در تالار رو وا کردم، پسر خالم با لباس دامادی وسط بود، داشت گرمش میکرد، رفتم سمتش گفتم بذار غافلگیرش کنم. آه. یه دسته 50,000 تومانی در آوردی، شاباش ریختی رو سرش، برگشت ببینه کی این ولخرجی رو کرده. دیدی اصلا پسر خالت یکی دیگه بود، اصلا عروسی رو اشتباه رفتی. اصلا شک دارم عروسی بود یا نه. اینو کودکانه ادامه بده ببینم. کودکانه با تخیل؟ هر جوری کودکانش کن. اومدی دیدی برگشت دیدی اصلا عروسی رو اشتباه اومدم. آره. عروسی اشتباه اومدم از اینجا شروع. از اینجا؟ آره. ببین من دامادم. خب پولا رو پشتت به منه. آره بپاش پولا رو. خب بیا پول واقعا بپاشم از الکی هم... مثلا پاشیدم. خب بیا پول پاشیدم. چی بل؟ نه این هزینه مهد کودکم بود، فکر کردم شما مدیر ما این. ورزشیش ادامه بده. اینو اشتباه است. برو برو. عزیزم نه 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 این از سایدگی میاره دیگه. نمی... آبادانی ادامه بده. برو خواهی چی خودت مسخره کردی؟ خواهی چه جوری؟ چی حلیمه؟ چی کار کنم؟ داری نون درست میکنی؟ خواهی چی کار اینا کنم؟ اصلا تکون نخوره اینا، ببینی اینا اصلا ثابت. حیات وحش. حیات وحش؟ آره و عقابی. برو نه برو 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 یه قفص میمون رو بیاریم بزنیم. قفص برو برو جایی تو برو برو دیگه نمیخوام ادامه بدم. قفص میمون رو بیاریم. قفص همو بیاریم. پایان باز. پایان باز؟ آره این بودن یا خدا. پایان باز قفص ادامه. قفص از قفص باز. خب برو برو. آیا او در بیابان دنبال آب می‌گردد یا روی تردمیل است؟ معلوم نیست. خیلی ممنون. آره معلوم نیست. ببین این اینی دیگه. خیلی ممنون. ببین یه قاب از اینجاه نمیدونه تماشا چی. پذیرفتیم ازت. آره پذیرفتیم. من میخوام نگیم فیلم بعدی ساختم قصه بعد. خب نمیدونن رو تردمیل یا تو بیابون دنبال آبه، چون اینو داریم هیچیو نداریم. خیلی پایان قشنگیه. خیلی پایان قشنگی بود به افتخار آقای رادش. خب رادش اهل دوئل هستی تو زندگیت؟ الان دوئل میکنیم. تو که دیگه اصلا برات مهم نیست. میگی دوئل میگی تو که اصلا مهم نیست برای چی میپرسی؟ آره چرا میپرسی آقا؟ نه دوئل دیگه حوصله‌شو ندارم. الان دارم. الان دارم. آقای رادش مثلا پرهام پسرت الهی قربونت برم عمو، هر جا که خدا سالم سلامت به پسر تو. هر وقت اسم پرهام میاد من باید چای بخورم. هر موقع اسم پرهام میاد چای میخوری. آره خب اون که دیگه کاترینو به کاترین کاترینو بذار کنار. ببین خب بگو رادش مثلا پرهام. بله. کوچیک بوده. من الان واقعا با این باید یه دیگه شیرینی بخورم. بخور دیگه. مثلا پرهام کوچیک بوده، فقط گوش بده. خب پرهام کوچیک بوده، کوچیکه الان که پرهام ماشاءالله بزرگ. آره قدش این قده. این قد من بلندتره. پرهام سال دیگه به قول جنوبی ها سال دیگه چمری میده. یعنی چی؟ خرما. یعنی خرما میده دیگه. انقدر بلند شده ماشاءالله. مثلا پرهام کوچولو تو مهد کودک با هانا. باد بچه تو. آره. عزیزم قربونت برم. هانا رفته کلاس کاراته، یه تپرنده بلند شده، دعواشون شده، یه تپرنده زده تو صورت پرهام. دماغش انحراف پیدا کرده. دماغش هم اینه باباش دماغه. آره انحراف پیدا کرده، باید ببریش پیش اون دکتره که بینی تو. نه دکتر خودم. خب حالا ما با گفتگو، من و تو دوتا پدر با گفتگو به نتیجه نرسیدیم. خب الان باید دوئل کن. راهی نداره. یعنی من و تو قشنگ به جان تو راهی نداره. سر بچه‌هامون ها بگید است.
رادش خوی چطوری؟ بیا بگذر ببین دیگه. بیا بگذر رادش خوی... دو تا بچه بودن خود تو که گفتی خودمون باشیم تو خودت اینجوری آها باشه نه بذار صدام باشه هرچی دو تا بچه بودن دعواشون شده رادش بچه بودن که بچه بوده تو باید به بچه دختره بری کاراته بری چی بازی میکنه آقا خب هانا رفته کلاس کاراته الان من با تو باید دوئل کنیم دادا آقا دوئل میکنیم دماغ بچه‌م شکسته دماغ بچه‌م شکوندی بعد میگی دوئل نکنیم بچه‌م چطور بچه‌م نامرد شمشیر منو شکوندی من چجوری کلا تو بپکنم بچه تو عزیزه بچه من عزیز نیست با اون باید بزنی این سپره اه من گاوم خود تو چیکار تو با چی میخوای منو بزنی من با این بیا دوتامون رفتیم؟ دوتامون از عقب میمیری؟ شبتون خوش؟ تو طرح شلر بیمه البرز علاوه بر پوشش های متعارف بیمه های حوادث پوشش مستمری به مدت 50 سال هم داره در ضمن کمک هزینه های نگهداری در منزل به مدت 5 سال هم ارائه میده. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. از تماشاچی های خوب آره، شب خوش. ما این آخر برنامه‌مون یه خورده چند تا سوال میکنیم ازت. چه اینقدر جدی شدی؟ قرار گریه کنی؟ نه گریه نمیکنم. سوال میخوام بپرسم ازت. یه سوال جواب بده. نسل یه جمله به خودت 2 ساعت قبل تولدت بگو این تویی اون دوربین تویی 2 ساعت قبل تولدت یعنی تو شکم مادرم هم؟ بله یه جمله بهش بگو اینقدر عجول زندگی نکن عجول نباش برو دیگه نه دیگه گفتم عجول نباش ولی برو الان آره چون بهش گفتم عجول نباش اینجوری بود فکر نباید بره نه برو ولی نپر بیرون کلا تند نباشه ریتمت یکم برای در آینده بهش میگی آره بده تو زندگی عجله خوب نیست خب نسولا یه جمله به خودت بگو وقتی پشت فرمونی خب تو گردنه حیران به خودم آره پشت فرمونی مثلا داری رانندگی میکنی تو گردنه حیران میخوای بپیچی فرمون برید بگی جمله آخرتو به خودت بگو فرمون بریده؟ فرمون بریده قرت هیچ اتفاقی نیفتاده چون تو رانندگی بلد نیستی چه فرمون ببره چه نبره میری تو دره خب نسولا یه جمله به خود 70 سالت بگو ایشالله تو 70 سالگی سالم سلامت گوشات بشنوه یه جمله به خود بگو که 70 سالته اونجاست آفرین به قضات رسیدی ببین خدایی کسی نشنوه ولی خوب موندی ماشاءالله رژیم تو همینجوری ادامه بده بازم خب حالا یه جمله به خودت بگو وقتی رژیم شدید گرفتی رفیقت تو کله پاچه این نهار دعوتت کرده تو هم که عاشق کله پاچه این جمله به خودت بگو برو بزن سنگینم بزن با خیال راحت اگر رعایت کردی یه شیرینی به خودت بده برو بزن کله پاچه رو یعنی رژیمتو بشکن خب حالا نسولا یه جمله به یه کارگر زحمت کشی که توی پالایشگاه اصلویه لحظه سال تحویل داره کار میکنه بگو این که دیگه اشکم در میاد چون بابای خودم پالایشگاه کار میکرد آخه خدا رحمت کنه رفتگانتون رو خدا رحمت من تو دوران کودکیم و حتی روک بگم خیلی بزرگترم شدم هیچ وقت نفهمیدم بابام چقدر سختی میکشه نون میاره سر سفره بعدها فهمیدم به قول مادرم اون بوی گیس میگفت اون چیزو میگفت گیس مادرم کجا رو؟
آبادان که کار میکرد این بوی گاز و حالا انگلیسی میگه بوی گیس. آره گیس، بوی گیس اصطلاح آبادانش بود. و هیچ وقت نمیم ایشالله براتون آرزو میکنم بچه هاتون بدونن چقدر سختی میکشید. این آرزو من. آره. خیلی ممنونم، خیلی دوستت دارم رادش عزیز دل. اینقدر آدم خوبی هستی، انسان شریفی هستی. مرسی. ممنونم که اومدی برنامه‌مون. فدات، خیلی خوش گذشت. چرا تشکر کنم؟ من باید تشکر کنم. قربونت برم. با رفیق قدیمی انگار مثلا اومده بودیم خونه هم دیگه و حال می‌کردیم. چیزی جز اینم خیلی هم خوش گذشت. آخه قربونت برم. و چالشاتون سخت بود ولی خدا کمک کرد. جوابای خیلی سخت بود آدم جوابای خوب بده، با مزه بده. ولی اومد دیگه. تو ولی همه تلاش تو کردی. آره من تلاش کردم که یکم فان مردم عزیزم. عزیزم. ما برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به همه کارگرای زحمتکش پالایشگاه‌های جنوب کشورمون که تو اون شرایط سخت و هوای سخت‌تر دارن زحمت می‌کشن برای پیشرفت مملکتمون. شب خوش. شب خوش.